با سلام دوستان عزیز، آلفرا هستم و به کانال یوتیوب خودتون خوش اومدین. کانال رو سابسکرایب کنین و با فعال کردن زنگوله از زمان آپلود شدن آموزش جدید مطلع بشین. امروز با یه آموزش جدید خدمتون رسیدم که امیدوارم مورد رضایت شما دوستان قرار بگیره. ضمیرهای مبهم یا ضمیرهای نامعین. اصلا ضمیر نامعین چی هست؟ چرا بهش میگن ضمیر نامعین؟ از این حالت موقعی استفاده میشه که از فرد به خصوصی صحبت نشه یا در مورد گفتگوی عامه مردم بشه. مثلا کلا در مورد مردم صحبت میکنن، طرف نمیدونه در مورد چه کسی داره میگه، شخص مشخصی نیست، یا حالا ضمیر مبهم من استفاده میشه. برای مثال میگیم آدم اگه زیاد بخوابه خسته میشه. ببین، آدم مشخص نکرد چه کسی رو، فقط گفت آدم اگه زیاد بخوابه خسته میشه. من بلیت روت اون من سوبر فور میک. من بلیت روت، آدم خسته میشه، اون من سوبر فور میک اگه زیاد بخوابه. اگه آدم زیاد بخوابه، ببین دوستان، اینم که اینجا به این صورت نوشتم حالت فارسی رو و سوئدی، سعی کنین برگردان نکنین دقیقا کلمه به کلمه از فارسی به سوئدی. جمله اصلا جالب معنا نمیده. همیشه باید یه درک مطلب کاملی داشته باشین. برای همین ما حتی در صفحه اینستامون هم نگاه کنین، سعی میکنیم از شعرهای ترانهای مختلف، از اشعار مختلف وقتی معنا میکنیم جمله رو، حتی میایم فارسی رو به یک معنای دیگه تبدیل میکنیم، معنای فارسی دیگه که درک بهتری داشته باشه، که ما بتونیم اونو تبدیلش کنیم زبان سوئدی یا حتی زبان انگلیسی و هر زبان دیگه. ما نمیتونیم دقیقا کلمه به کلمه یه زبان رو به زبان دیگه تبدیل کنیم. خب اینجا میگه در سوئد مردم زیاد قهوه میخورن. بازم از ضمیر مبهم استفاده کرد، از ضمیر من. به سوئدیش اسوریه دریک من میک کف. تو سوئد آدم مثلا مردم زیاد قهوه میخورن. دوستان اینجا کفم که نوشتم، یه جمله‌ای هست من تو خیلی از پیج‌ها هم دیدم، متاسفانه میام و به صورت مثلا کفه رو به صورت فارسی تلفظش رو می‌نویسن، می‌نویسن کافه. ببین دوستان، اینی که دارم مثال می‌زنم میگم، مثلا میکه، یکا و خیلی از کلمات دیگه، همیشه در صورت تلفظ گراماتیک و کتابی. ببینید دوستان، آمه رو فعلا کاری نداریم، آمه رو ما یاد میگیریم، به هر صورتی که هست یاد میگیریم، در اجتماع خیلی راحت هم یاد میگیریم، ولی بهتره که شما به صورت گراماتیک اونو بدونین، اصل تلفظ و اصل خوندن و اصل گرامر رو. همیشه وقتی دوبل اورت وقتی استفاده میشه، قبلیش اون صدا رو نمیده. من تو الفبای سعودی هم گفتم، مثلا گفتم به صورت آ تلفظ میشه، اهم تلفظ میشه، وقتی قبل از دوبل اورد قرار بگیره صدای اه میده. مثلا میکه، ای خودش یک حروف صدادار بلنده، ولی وقتی قبل از دوبل قرار میگیره تبدیل به حروف صدادار کوتاه میشه، چون بتونینگ ما یعنی تاکید رو کلمه ما میره رو دوبل، و این حالت قبلی اگر حروف صدادار باشه تغییر، مثل یکا دیگه نمیشه، در عامه بهش میگن یکا، ولی در صورت تلفظ اصلی که شما حتی در دیکشنری هم بزنید بهش میگن مثلا یکا، چون تاکید ما رو کلمه سی و کی که دوبلن. سی و کی هم دقیقا یه دوبل اورد حساب میشه، یعنی دوبل کیه، که در نوشتار سوئدی اینو به صورت سی کی مینویسن. خب آدم دریا رو از بالکن میبینه. من سیر خون برون بالکن گم. ببین دوستان، پس متوجه شدیم زمین ها به چه صورتیه. ساختار جدولی این زمین ها، فاعلی، مفعولی و انعکاسی. فاعلیش من، مفعولیش ان، انعکاسیش سی. گفتیم که مفعولی به صورت به میشه، یعنی بهش. انعکاسی هم میشه خوده، یعنی خودش. یه مثال دوباره میزنیم، میگه آدم از خودش میپرسه که چرا این اتفاق افتاده. ما تو فارسی خیلی راحت اینو میگیم،
یه اتفاق افتاده، یه آدم از خودش میپرسه چرا این اتفاق افتاده، نمیدونه چرا چجوریه، مشخص نمیگه، آدم از خودش میپرسه، دیگه نمیگه من از خودم میپرسم که چی شده. پس همین از ضمیر مبهم استفاده شده، از خودش. وقتی خوده میگه ما سعی متوجه بشیم که آدم از خودش، آدم یعنی من، میپرسه از خودش، یعنی انعکاسی. من فروگ شی، من فروگار سی، یا همون شی که گفتم درست کاملا، ولی خب من چون گفتم به صورت کلمه‌ای به تو میگم، من فروگ شی وار فور ده هند. آدم میپرسه از خودش چرا این اتفاق افتاده. من از صورت فعالی استفاده شده و سی از انعکاسی. و یه مثال دیگه، آدم خوشحال میشه وقتی کسی بهش تبریک میگه. آدم خوشحال میشه وقتی کسی بهش، به این استفاده شده. سریع میفهمیم که از صورت مفعولیه. پس میدونیم که صورت من استفاده میکنیم و ان. من بلیر گلاد ننگون گراتولیرار ان. من ان. فعالی و مفعولی. دوستان یه صورت دیگه هم هست که نگون، چیزی که برای کلمات ان اورد، چیزی یا کسی، نگوت چیزی یا کسی برای کلمات ات اورد، و نگرا پلورال چیزی یا کسی برای جمع. ما به اینا میگیم اوبستمدا پرونومن، ضمایر نامشخص. مثال میزنیم کاملا متوجه بشین. زمانی استفاده میشه که ما نمیدونیم از چه کسی یا چه کسی صحبت میشه. اینها هم جزء ضمایر مبهم محسوب میشن. شما میتونید، میگم دوستان، تو هر جایی که دوست داشتین آموزش رو ببینین، چون من قرار آموزش رو به صورت 0 تا 100 بگم، یعنی تا جایی که امکان داره سعی میکنم یه آموزش رو خیلی کامل بگم، به تمام نکات ریزی که داره بپردازم. خب اینها تشکیل شده از این سه قسمتن. وستم دو پرونومن. مثال میزنیم. شندو نگون سوم تالر پشیسکا. یه کسی رو میشناسی که فارسی حرف بزنه؟ کسی رو میشناسی که فارسی حرف بزنه؟ نگون کسی. هم ویل انتها نگوت هسیور. او هیچ حیوان خانگی نمیخواد. او هیچ حیوان خانگی نمیخواد. ببین از نگون، نگوت، ان اورد و ات اورد. ببین دوستان اینجا هم نوشته هسیور. در کلماتی که دوتا با هم میان، مثلا هوس که خودش خونه میشه، یور هم حیوان میشه، ما همیشه به این قسمت آخر توجه میکنیم که اون ان اورد یا ات اورد، چون ات از ات استفاده میکنیم. اینو کاملا توجه کنیم. یو اسکر شوپ نوگرا بانانر ای افر. من میخوام چند تا موز از مغازه بخرم. چند تا موز. بانانر به صورت جمع نوشته شده و اینجا هم نوگرا استفاده میکنیم. و یه نکته دیگه وجود داره برای این کلمات. زمانی که با کلمات منفی به کار برده بشه، هیچ کس و هیچی معنی میده. اینت نوگون آلریک نوگوت. اینم خواستم بهتون بگم که بدونین که به صورت چیزی و کسی معنی میده، ولی اگر اینت به صورت کلمات منفی قبلش مثل آلریک هیچ کس، هیچ وقت مثلا میگن، به صورت منفی وقتی بیاد قبل از نوگون و نوگوت یا نوگرا قرار بگیره، معنیشو اول به صورت هیچ کس و هیچی میشه. خب دوستان، امیدوارم تا اینجای آموزش لذت کافی رو برده باشین و بعد از آموختن کامل این مطالب به آموزش‌های بعدی مراجعه نمایید. آموزش‌های پیش نیاز و مهم رو براتون تو قسمت توضیحات قرار میدیم و آموزش‌های مربوطه هم در همین قسمت موجوده. آرزوی موفقیت برای تمامی علاقه‌مندان و دوستان.